سلام و درود خدمت همه دوستان عزیزم همراهان همیشگی چنل یوتیوب مصر دیجی ارز من مصر بهشتی هستم با یک ویدیو دیگه در مورد توکن محبوب بلو اسپارو در خدمت شما بزرگواران هستم میدونم خیلی هاتون هولدر بلو اسپارو شدید این مدت و دنبال و پیگیر اخبار این توکن محبوب هستید پس حتما حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید نکته مهمی که اول ویدیو باید بهتون بگم این ویدیو داره روی روز 24 ژانویه ضبط میشه و قرار روز 25 ژانویه منتشر بشه چون من روز 25 ژانویه تایم خالی نداشتم برای ضبط ویدیو مجبور شدم یک روز قبل یعنی امروز این ویدیو رو ضبط بکنم براتون و فردا منتشرش بکنم پس اگر که حالا شما تفاوت توی قیمت ها و توی بازار و توی وضعیت میبینید بدونید که یک روز ضبط این ویدیو تاخیر داشته یعنی یک روز قبل بوده و زیاد به این اختلاف قیمت ها توجه نکنید چون هدف من از ضبط این ویدیو اطلاع رسانی برای قیمت و وضعیت چارت نیست چون قیمت و چارت رو خودتون میتونید برید لحظه توی کوین مارکت کپ چک بکنید هدف من از ساخت این ویدیو گفتن یه سری خبرها و یه سری اطلاعات مهمه که باید در جریان قرار بگیرید پس حتما حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید و اگر هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم روشن بکنید تا شاهد اخبار و خبرهای جدید و به روز دنیای کریپتو باشید بریم سراغ توکن بلو اسپارو و ببینیم وضعیت به چه صورت هست خب در حال حاضر در روز 24 ژانویه قیمت بولسارو رسیده به 9.54 یک ساعت پیش یعنی تقریبا یک ساعت یک ساعت و نیم پیش قیمت بولسارو تا 9075 78 و تا نزدیکی 9.80 رفته بود توی وضعیت فعلی بازار و توی جایی که دیگه همه بازار قرمز بود بولسارو خوب داشت میرفت بالا اما متاسفانه همین چند ساعت پیش حوالی ساعت دوازده و نیم ظهر بیت کوین از ناحیه هزار دلار یه سقوط داشت تا دا ناحیه هزار دلار که این سقوط باعث افت تمامی توکن ها شد که بلو اسپارو هم از اون مستثنا نبود ولی خب ریزش بلو اسپارو کم بود و 17 درصد افت قیمت داشت در صورتی که همه میدونیم توکن هایی که صفر زیاد دارن و 9 0 10 0 8 0 هستن توی این وضعیت بازار واقعا بعضیاشون یا کلا اصلا از بازار خارج میشن نمیتونن سر و پا بمونن یا افت قیمت های سنگینی رو تجربه میکنن و بعضیا صفر اضافه میکنن اما بولسپورو واقعا خوب تونسته دووم بیاره حتی توی ناحیه حمایتی قبلیش هم نرسید یعنی نه که حمایت داشتش خیلی وقت داشت اونجا رنج میزد هم به اون محدوده هم نرفت با این ریزش شدید ریزشی که حداقل ده هزار دلار بیت کوین ریزش داشت از چلو هزار دلار اومد روی سی هزار دلار اما بول فقط تقریبا میشه گفت از هشت سفر یک رسید به نه صفر پنج پنج و این ریزش و این اتفاق نشون میده که با اینکه بلو رو تازه وارد هست و خیلی ها بهش میگن شت کوین اما بسیار معتبره و بسیار تیم قوی داره که تونسته این اتفاق رو مدیریت بکنه حالا جلوتر بهتون یه خبری رو میدم که چی شد که بلو رو بیشتر نریخ یه حرکت بسیار مثبت از سمت تیم پشتیبان انجام شد که باعث شد قیمت یه جای ثابت بمونه که واقعا فوق بود حرکتشون توی چارت رو اگر بخوایم با هم دیگه نگاه بکنیم وضعیت خب میبینید میگم تا حوالی ساعت دوازده و نیم یک ظهر قیمت توی رنج 907 و 8 بود اما با توجه به ریزش بیت کوین مجدد قیمت اومد پایین و تا 905 هم رسید این برای 24 ساعت اخیره برای هفت روز گذشته اگر بخوایم ببینیم میبینیم که ما اینجا توی این محدوده توی این دو روز تونسته بودیم یک صفر از توکن بولش رو بندازیم اون زمان قیمت بیت کوین توی چهلو دو هزار دلار بود و بلو اسپور هم رشد واقعا خوبی رو داشت اما متاسفانه بیت کوین به یک بار ریخت ریزش سنگین داشت و بلو هم به تبع باقی توکن ها و به تبع بیت کوین ریزش داشت و قیمتش اومد پایین و مجددا تا نزدیکی 95 برگشت به خاطر همین ما این ریزش رو از چشم بول اسپارو نمیبینیم به چشم اصلاح هم نمیبینیم این ریزش به خاطر بازار بوده و شامل همه توکن ها شده و مجددا برگشتن به این نقطه واقعا کاری نداره اما اگر بیت کوین ثابت بمونه یعنی حتی اگر بیت کوین توی همین ناحیه 32000 دلار هم ثابت بمونه بول اسپارو مجددا این نقطه رو پس میگیره چون واقعا برای هولدرها و برای این توکن کاری نداره رسیدن به این قیمت ولی ما باید فعلا ببینیم که بیت کوین تا کجا میره پایین یا تا کجا میره بالا و کجا دیگه استیبل میشه ثابت میشه و همونجا میمونه که بذاره بازار حرکت خودش رو ادامه بده این از وضعیت چارت وضعیت صرافی ها هم که خب مثل قبل صرافی جدیدی اضافه نشده فعلا و به نظر من هم بهتر که اضافه نمیشه چون اگه صرافی جدیدی توی وضعیت فعلی بازار بیاد عملا باعث شوک به قیمت نمیشه و قیمت رشد نمیکنه و بهتر خبرها زمان خبرهای مثبت زمانی بیان که بازار یا شرایط خونسا داره یا شرایط سبز و صعودی داره که بتونه کمک بکنه به رشد سریعتر بول اسپارو اما خبری رو که بهتون گفتم میخوام بهتون بدم پیامی بود که دو روز پیش تیم بولو اسپارو در کانال رسمیشون منتشر کرد و اتفاق بسیار مهمی رو که تیم مدیریت بولو اسپارو و اون سرتیمشون به عنوان سوزومه اومدن این کارو کردن و 100 تریلیون توکن بلو اسپارو رو سوزوندن یعنی 100 تریلیون از موجودی بلو اسپارو رو سوزوندن برای اینکه قیمت یه جایی ثابت بمونه و افت سنگین شامل حال بلو اسپارو نشه این اتفاق اتفاق بسیار مهمی می بود میتونست تیم اصلا نیاد بی تفاوت باشه بگی آقا بازار داره میاد پایین ما هم تبع بازار هستیم و نمیتونیم برعکس مسیر حرکت بکنیم اما اومد با این کارش حسن نیتش رو مجددا به کامیونیتی و اعضای بول رو ثابت کرد و گفتش که آقا ما اومدیم که توی این بازار بمونیم و حرفای زیادی برای گفتن داریم این متن رو میگن برای اون عزیزانی که میان ویدیو میسازن و میگن که مواظب باشید اسکم و از این جور داستان ها اگر قرار به اسکم بودن بود و اگر قرار بود که این توکن یک درصد ما رو نگران بکنه توی افت قیمت بازار مثل توکن شیبا یا خیلی از توکن های دیگه که افتای زیادی داشتن این توکن هم حداقل برمیگشت به کانال حمایتی قبلیش یعنی همون 903 یا حتی پایین تر چون ریزش بازار واقعا زیاد بود اما با این حرکت اومد ثابت کرد که بلو اسپارو اول راه حرف های بسیار زیادی برای گفتن داره به زودی یکی از گردن کلفت بازار میشه که خیلی ها میان سمتش و خیلی ها که دارن امروز بدش رو میگن فردا هولدرش میشن و طرفدار پر و پا قرصش میشن پس خواهشان به حرف ها و خبرها و عراجیفی که آدم هایی که واقعا هیچ اطلاعاتی از این تو که ندارن ارائه میدن توجه نکنید بی تفاوت باشید به این خبرها شما انتخابتون رو کردید اونی که الان هولدر بلو, انتخابش رو کرده و کسی اجبارش نکرده بخرید و یا وسوسه به خرید نشده با توجه به اخبار و با توجه به اتفاقاتی که این توکن توی سه ماه اخیره که اومده رقم زده ما انتخاب کردیم که این توکن رو بخریم چه قیمتش بیاد پایین چه قیمتش بره بالا ما هولدرش خواهیم موند و نیازی نیستش که باقی کانال ها بیان و برای تخریب این توکن خوب ویدیو بسازن و یه سری عراجیف تحویل ما بدن این یه نمونه از حرکات قوی تیم مدیریت بود که اومد 100 تریلیون رو سوزون این 100 تریلیون ارزش دلاری بسیار بالایی هم داشت و نزدیک به یه چیزی حدود نزدیک به 60 هزار دلار ارزش این توکنی بود که سوزونده شده بود حتی این تیم مدیریت اومده لینک اترسکن این اتفاق هم داده که آقا این اتفاق این لینکش که ما با سند حرف میزنیم کاملا مشخص یک روز و 19 ساعت پیش این اتفاق افتاده و این حجم از توکن که اینجا دارید مشاهده میکنید انتقال پیدا کرده به ارزش این قیمت دلار انتقال پیدا کرده به آدرسی که بهتون الان نشون میدم به این آدرس که دارید مشاهده می کنید نوشته نال آدرس یعنی آدرس نامعتبر یا آدرسی که تمامی توکن های سوخته شده و سوزانده شده به این ولت منتقل میشه و خیلی از دوستان توی تحلیل هاشون اومدن گفتن که این ولت متعلق به یک نفره که نمیدونم حجم زیادی از بازار بول رو در, در اختیار داره در صورتی که اون عزیزان نمیدونن این ولت ولتی هست که توکن های سوزانده شده میریزن داخلش و هیچ کسی دسترسی به این ولت نال آدرس نداره این از وضعیت اخبار بولو اسپارو و وضعیت فعلی بولو اسپارو که دوست داشتم شما هم در جریان قرار بگیرید و زیاد توجه نکنید به افرادی که دوست دارن دیده بشن میان با اینجور مطالب میخوان خودشون رو نشون بدن به بقیه که زیاد شما توجه نکنید بهشون و دنبال کنندشون نباشید اتفاقاتی که داره برای بولو اسپارو میفته کاملا مدیریت شده هست و کاملا با برنامه تیم داره پیش میره به زودی با توجه به ثابت شدن وضعیت بازار با توجه به سبز شدن بازار شاهد اتفاقات مثبتی توی بول هستیم زمانی که اپلیکیشن اختصاصی بول یا همون صرافی متمرکز بول رو لانچ بشه اتفاق بسیار بزرگی میفته اتفاقی که واقعا هیچ کدوم از شد کوین ها نمیان برای خودشون صرافی اختصاصی بزنن پس این نشون دهنده اینه که بورس بارو نیومده برای اینکه شت کوین باشه شیبا هم زمانی که لانچ شد خیلی‌ها بهش میگفتن شت کوین و لقب شت کوین رو میدادن اما مرحله به مرحله که رفت جلو و با اتفاقاتی که رقم زد همه دیدن نه این واقعا با برنامه داره پیش میره بول هم دقیقا همینه حتی بول از شیبا هم جلوتره و خیلی سریعتر داره کارهاش رو انجام میده و با برنامه میره جلو پس اگر هولر بولواسپرا هستید بمونید برای خرید اگر که میخواید تصمیم بگیرید که کی ورود بزنید کی خرید بکنید کی تکمیل موجودی بکنید واقعا توی این محدوده قیمت 95 توی این محدوده قیمت واقعا قیمت مناسبیه برای ورود یا تکمیل موجودی خب داریم میبینیم هر بار که بیت کوین یه ریزش کوچیک میده ریزش کوچیک که نمیشه گفت دو سه هزار دلار می ریزه بلو اسپرو هم میاد پایین اما از ناحیه 5 پایین تر نمیره پس نشون میده که یه حمایت سنگین اینجا داریم برای ورود میتونید توی منطقه ورود پله ای داشته باشید و پله پله اگر که خرید کردید قبلا تکمیل بکنید و اگر که الان تازه میخواید وارد بشید خریدتون رو انجام بدید برای خرید هم آموزش خرید از طریق البانک قبلا توی همین چنلمون گذاشتیم آموزش خرید از طریق ولت متامسک و از طریق اتریوم هم باز قبلا به صورت کامل توی همین چنل قرار دادیم پس اگر که میخوای بخری حتما اون ویدیوها رو ببین خیلی راحت میتونی از اون طریق خرید بکنی و هولدر بلو اسپارو بش این بود کل خبر و اخباری که من میخواستم از بلو اسپارو به شما بدم تا شما هم در جریان باشید و بدونید که چه توکن قوی و خوبی رو هولد کردید امیدوارم که همیشه پر روزی باشید مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید مرسی که ویدیو رو لایک میکنی کامنت میذاری و اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردی ممنون میشم سابسکرایب بکنی و زنگوله بغلش رو هم روشن بکنی تا اخبار جدید دنیای کریپتو رو هر روز دنبال بکنی ممنونم از همتون تا یه روز دیگه و یک ویدیو دیگه یا حق.